ممکنه اون مقاله‌ای که مد نظرتون هست تا رفرنس اون رو تهیه بکنید، یه سایت گوگل اسکولار سرچ بکنید و اون مقاله مورد نظر رو پیدا نکنید. تو این قسمت ما میخوام یک پایگاه اطلاعاتی خدمتتون معرفی بکنیم که میتونید داخل اون پایگاه اطلاعاتی مقاله مورد نظرتون رو جستجو بکنید و پیدا بکنید. این پایگاه اطلاعاتی پایگاه اطلاعاتی پابمد هستش. خب برای اینکه این کار رو انجام بدم، من مرورگر اینترنت هم باز میکنم. بطور جستجوی مرورگر عبارت PubMed رو تایپ میکنم و دستور جستجو رو وارد میکنم. خب همونطور که میبینید اولین جستجویی که برای ما آورده سایت PubMed هستش که به صورت NCBI مشخص میشه، واردش میشه. این پایگاه اطلاعاتی توی زمینه پزشکی دارای حدود 17 میلیون چکیده مقالات هستش. پس شما اگه دنبال مقاله‌ای در زمینه پزشکی هستید، مطمئنا میتونید داخل این سایت به نتایج مطلوب و دلخواهی برسید. خب صفحه سایت که مشاهده میکنید توی قسمت بالای صفحه، توی کادر سفیدی که برای من تعریف کردن، من عبارت جستجو رو وارد میکنم. خب این عبارت جستجو، من عبارت پاور رو وارد میکنم. میخوام در زمینه پزشکی ببینم مقالاتی که حاوی محتوی پاور هست به چه صورت. خب این خروجی ما هستش. همونطور که میبینید مقالات زیادی رو برای من به نمایش گذاشت. مانند هر جستجوگر دیگه ای، ما میتونیم یه سری فیلترهایی رو برای جستجومون تعیین بکنیم. این فیلترها رو توی این سایت به این صورت من میتونم خدمتون توضیح بدم. یه سری فیلترهای پرکاربرد هستش که سمت چپ شما میتونید ببینید. اولین فیلترها فیلترهای نوع مقاله هستش که شما میتونید حالت ریویو یا کلینیکال رو انتخاب بکنید و یا حتی به صورت شخصی سازی هم انتخاب بکنید و جستجو و نوع مقاله رو به صورت دستی مشخص بکن. برای حالت متن اون سه حالت اینجا به صورت پیش‌فرض قرار داده و میگه متنی که از اون مقاله در دسترس باشه تا چه حد باشه، یعنی اینکه ابسترکت باشه، فقط یک مقدمه از اون مقاله باشه که فرد میکنه، حالت فول تکست فری باشه، یعنی اینکه تمام متن در اختیارمون قرار گرفته باشه به اضافه اینکه دسترسی به اون هم آزاد باشه، و یا حتی حالت فول تکست که در اینجا کل متن قرار داره، فقط برای اینکه به اون دسترسی داشته باشه نیاز هستش که هزینه اون رو هم بپردازید. توی قسمت پابلیکیشن دیت شما میتونید سال انتشار اون رو تعیین بکنید که 5 سال گذشته باشه یا 10 سال گذشته، و یا حتی شما میتونید یه محدوده دستی و مشخص رو با توسط این گزینه انتخاب بکنید. برای این حالت هم که حالت های ویژه هستش، برای عنوان مقالات فقط در مورد انسان ها باشه یا اینکه در مورد حیوان های دیگه هم باشه رو شما میتونید انتخاب بکنید. خب برای حالت جستجوی پیشرفته تر ما میتونیم چی کار بکنیم؟ برای این کار من کافیه زیر عبارت جستجویی که اینجا کادر برای من قرار داره روی گزینه ادوانسد کلیک بکنم. بریم داخلش و این سفر خدمت رو توضیح کوتاهی بدم. شما اینجا آل فیلدز رو مشاهده میکنید و یه باکس خالی که شما میتونید عبارت داخلش وارد بکنید. اینجا شما میتونید نوع اون جستجو رو تعیین بکنید که توی چه زمینه جستجو رو انجام بده. خب من میخوام در زمینه این که نویسندش رو تعیین بکنم و در مورد این نویسنده من کار رو داشته باشم، ببینم جستجو به چه صورت. خب این نویسنده مورد نظر من داروس هستش. خب من میتونم فیلدهای دیگه ای رو هم اضافه بکنم. خب فیلد بعدی که مد نظرمه، دوباره میخوام یک نویسنده دیگه تعریف بکنم. اینجا این نویسنده رو لینچ قرار بدم.
همطور که میبینید به صورت خودکار یه فیلد دیگه هم اضافه شده. خب اینجا من میام همون آل فیلد رو قرار میدم، همون عبارت پاور رو میخوام داشته باشم و فیلد بعدی رو مد نظر ندارم چیز رو صبح کنم. میتونم با زدن این گزینه منفی اون رو حذف بکنم و یا اینکه اگه نظر من عوض شد بخوام یه فیلد دیگه هم اضافه بکنم، میتونم به این علامت به اضافه کلیک بکنم. بود و نبودشش تفاوتی نداره. فقط یه مسئله هستش و حتما برای شما سوال به وجود اومده، این قسمت and or not هستش که قبل از این دوتا فیلد بعدی برای من ظاهر شده و تو فیلد ابتدایی نیست. این دستور دقیقا چه کار میکنه؟ خب شما نگاه کنید چند تا المان و چند تا فیلد تعیین کردید که جستجو انجام میگیره. خب این فیلد ها باید یک رابطه ای نسبت به هم داشته باشن که این پنل و این باکسی که ما اینجا داریم میاد و اون رابطه رو تعیین میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ میگه خب اگه شما اند رو انتخاب بکنید، میاد جستجوها رو به این صورت انجام میده که این جستجو رو با این جستجو اند میکنه. یعنی اینکه هر مقاله که نویسندهش باروس باشه و اینکه نویسندهش لینچ باشه رو برای من پیدا میکنه. برای یه حالت پایینی هم که به همین صورت با هم دیگه این اتفاق میفته. حالت اور به چه صورت ها؟ حالت اور میاد میگه نویسنده یا اون مقاله آقای باروس باشه و یا اینکه نویسندهش لینچ باشه، میاد و یا رو انجام میده. حالت نات هم به این صورت هستش که مقالاتی که آقای یا خانم باروس نوشته و اشتراکی با آقای و یا خانم لینچ نداشته باشه، یعنی اینکه در تضاد هم دیگه باشه. ما میخوام به صورت اند باشه. برای این پایین هم به همون صورت ما میتونیم کار رو تکرار بکنم. خب من فیلد هم وارد کردم، میخوام نتیجه جستجو رو ببینم. همونطور که ببینید اگه این ساختار رو شما اینجا مشاهده بکنید، حالت دستوری سرچ هستش. یعنی اینکه اگه برای بار بعدی من بخوام به این صورت نویسنده ها رو تعیین بکنم و موضوعات رو تعیین بکنم، فقط کافیه به این فرمت بیام و جستجو رو انجام بدم. خب من سرچ رو میذارم. همطور که میبینید فقط دو مقاله برای من نمایش داده شده که نویسندش هم آقای باروس هستش، هم لینچ هستش به این صورت و پاور داخلش موجود هست. خب من مد نظرم این مقاله هستش، روش کلیک میکنم و وارد توضیحات بیشتری مقاله میشم. خب همطور که میبینید یه توضیحات در مورد نویسنده ها و اسم و قسمت های مختلف رو این مقاله رو داره. خب برای اینکه من بتونم رفرنس رو از این سایت بگیرم باید چیکار بکنم؟ این عبارت سنتر رو شما اینجا مشاهده میکنید، فقط کافیه روش کلیک بکنم و نوع سایتیشن منیجر رو اینجا انتخاب بکنم. بعد از اینکه سایتیشن منیجر رو انتخاب کردم، یک صفحه پایین همون صفحه حالت صفحه کشیده تر میشه و عبارت کریت فایل رو میتونیم مشاهده بکنیم که با کلیک روی اون منتظر میمونیم تا صفحه دانلود برای ما باز بشه. خب اینجا من سیو فایل رو میزنم و اوکی رو انجام. خب مثل همه حالت های قبل، مثل همون حالتی که توی گویر اسکولار داشتیم، من باید متوجه باشم که لایبرریم باز باشه تا به صورت خودکار این سایتیشنی که من دانلود کردم توسط اون لایبرری مد نظرم باز بشه. خب توی قسمت دانلود ها رفت، دانلود ها میرم و همطور که میره آخرین فایلی که دانلود شده روش کلیک میکنم و دقیقا همون مقاله ای که مد نظرم بود با نویسنده های باروس و لینچ من در اختیار دارم و در کنار باقی رفرنس ها هم به این صورت من تونستم مقاله مورد نظرم و رفرنسش رو وارد کتابخونه بکنم.